البته این بحث ها که پیش میاد نباید این تصور پیش بیاد که یه بحث نجات پرستانه است، چون مطرح شده به لحاظ تاریخ شناسی ما بس اینا رو مطرح کنیم. این عرب و ایرانی نداره به نظر من، آدم آدمه. اما اینها عرب نبودن، در واقع تیسفون هم در یک جای بود، هفت شهر در هم بود، اینا همه زبانشون پارسی بود، البته عرض میکنم زبان علمی سوریانی و اینها. و عرب تنها کسانی بودن که در جزیره العرب که همین عربستان سعودی صحبت میکردن، بقیه مردم عربی صحبت نمیکردن مگر در یمن که میگن زبان عربی از یمن آمده. این یک. دوم این که جامعه ایرانی ساسانی درست میفرمایید با ضعف‌های بسیار توأم بوده، البته یعنی این که همین قدرتی که زرتشتی‌ها گرفته بودن و آتشکده گرفته بود بسیار بسیار باعث نارضایتی شده بوده، به وجهی که ما یک کرتیر داریم که نامش بسیار منحوس است در تاریخ، بسیار آدم کشی میکرده و جنایات مذهبی میکرده. یعنی از روزگاری که ساسانیان آمدن و به قدرت نشستن، اینها چون دوره دراز مدت اشکانی رو یک دوره لاابالیگری میدیدن و دوره یونانی معابی خواستن دوباره در واقع یک چتر عقیدتی ایرانی بر ایران بگسترانند بر کل منطقه در مقابل مسیحیت اروپا، این است که کتاب اوستا را آوردن. و اساساً کتاب اوستا فقط کتاب دینی نبود، هر نوع علمی، دستوری، هر چه بود در این کتاب بود، یه چیز قطور بزرگ شده بود و در واقع طبقه بندی جامعه ایرانی تبدیل شده بود به چهار طبقه که این علمای زرتشتی و مغها و هیربدان و موبدان در طبقه نخست و اینها پوهنهای ویژه داشتن، اینها کاملاً درسته. و البته ناراضیان بسیار بودن، کاملا درسته. مثلا فرض کنید همین سلمان پارسی که همه ما میشناسیم، این چند بار دینش عوض کرده بود و بعد رفته در سوریه اسیر شده و میشه از نزدیکان رسول، و او بوده که خیلی مسائل رو مربوط به ایران و قضایای اینا به اون بیشون یاد میده، استراتژی های جنگی، مطالب مربوط به آیین زرتشت، مطالب مربوط به همین، چون مشابهت هایی که بین ایران آیین ایرانی هست و آیین اسلام، اینا از اونجا اومده. مثل فرض کنید پل صراط، این چیز زرتشتی است، بهشت و جهنم این چیز است، اصلا موضوع فرشتگان این چیز زرتشتی است. این مباحث امروز یعنی ایران به جون جهت مطرح شده است که ما یک حکومت ایرانی، یک حکومت ایرانی شیعه آخوندی داریم که داره بر همه چیز ما دست گذاشته. اینا عکس العمل های امروز هست، وگرنه بله ما نارضایی بود، این هویت ایرانی هم که میگوییم عرض میکنم که در منطقه بود، ما هم زبان ایرانی داشتیم، هم دین ایرانی بود و حکومت ایرانی بود، این سه المان هر سه ایرانی بود، یعنی که کسی به ما حکومت تحمیل نکرده بود، زبانمون هم زبان ایرانی بود، آیینم آیین ایرانی بود هر آینه. بنابراین هویت ایرانی از همین چیزها و المانهای خیلی ریز فرهنگی دیگه تشکیل میشد که تفاوتها داشت با اون طرف. بنابراین اگر که ایرانیان شکست خوردن، این در واقع از ضعف داخل خود جامعه ایران بوده. ما این رو فراموش نمیکنیم که روزگاری رسیده است که فرماندهی وجود نداشته، یعنی آقای مثلا فرض کنید که همین شیرویه 17 تا برادر خودشو کشته بود، خیلی خوب، بعد گشتن که اساسا یک اولاد نرینه‌ای در این اولاد خانواده پادشاه پیدا کنه، پیدا نمی‌کردن. اینکه دختران عرض کنم که خسرو پرویز رو به پادشاهی نشاندن، این نه این از فرط آزادی زنان بوده، از فرط نبود اولاد بوده در خانواده، معزالک خلاف دستور هم نبوده که یک دختری پادشاه بشه، همه این سستی ها بوده، درست میفرمایید. اما این که میفرمایید که پایتخت در مکر عرب نشین بوده، نه چنین نبوده، بله بعض اعراب هم دیده شدن که میبرن در ایران زندگی میکردن، اما داستان حمله اعراب به ایران مطلب دیگری است، یعنی زمانی شده است که اینها به یک چتر عقیدتی بودن و تشویق شدن برای اینکه بیاین. و میخوام به شما با قاطعیت عرض کنم که قوه محرکه پشت سر این حرکات آدمایی که شمشیر میزدن دو چیز بوده، یکی گرفتن پول بوده و بهره کشی جنسی بوده، هیچ مطلب دیگری نبوده. یعنی ما تاریخ رو که نگاه کنیم، اگر بدون تعصب نگاه کنیم، در مدت 13 سال دعوت حضرت رسول جمعا 70-80 نفر مسلمان شده، اما در مدینه وقتی که غنیمت آزاد شده به سرعت میبینیم که شدن 10,000 نفر مکه رو گرفتن. یعنی اینا جستجوگر این بودن که یه چیزی به دست بیارن. در جنگ حنین حضرت رسول این ابو سفیان داردسته قریش هم مسلمان کرده بود، داشت فکر میکرد چگونه غنایم رو تقسیم کنه، مردد شد، اینا ریختن عباشه بردن عصاشه بردن، آقا تقسیم کن، چرا تردید میکنی، تردید شما باعث چیه، ما اومدیم این چیزا رو بگیریم.
بعد قهر کردن کی؟ انصار رفتن نشستن گفتن آقا چشمش به قوم خشای خودشون ما رو از یاد برد، چون بیشتر شترها و این غنیمت رو دادن به ابو سفیان که زیان بسیار دیده بود. مقصودی که شما به همه تاریخ‌ها که نگاه کنید، قوه محرکه دین نبوده، دین یک چتر ایدئولوژیک و بهانه بوده برای گرفتن مردمانی بودن، فقیر بودن، هر آینه متحد شده بودن و نیروی جنگی قابل ملاحظه داشتن آمدن و کمتر دیده شد. البته اینم فراموش نکنیم که اقوام صحراگرد اینها مواظب به خودشون هستن، یعنی که هر کسی داره شمشیره محافظت خودش و خانوادهش رو داره. معمولا صحراگردان شجاع هستن، مردم شهری مثل مردم ایران مالیات میدادن که پلیس از اینا نگهداری بکن. ابن خلدون میگه که هر موقع که صحراگردان متحد شدن دنیا رو گرفتن و از بین بردن. چنگیز نمونش بوده، عرض میکنم تیموری نمونش بوده، عرب نمونش، وندال ها در اروپا، کسانی که اروپا رو گرفتن نمونش بودن. این است که سستی ها بیشتر در خود جامعه ایرانی بوده و ما یه جنرال خوب هم در میدان جنگ نداشتیم. این مباحث مرتب عرض میکنم که مطرح میشه. عربستان هم همونطور که عرض کردم محل آمدن ناراضیان هر جایی بود، یعنی زمانی که رومیا حمله کردن و اون چیز مقدس رو خراب کردن، یهودیان آمدن در منطقه مدینه، نه مکه، چون انقدر قریش مقتدر بود که اینها نمیتوانستن نفوذ کنن. پنج قبیله بنی قریظه و بنی قینقاع و خیبر و اینها در اونجا زندگی میکردن تا روزگار اسلام که اینها رو یا کشتن یا بیرون کردن. زرتشتی ها اونجا بودن، مسیحی ها اونجا بودن، آیین های هندی بودن، انواع اقسام معابد اونجا وجود داشتن و با آزادی زندگی میکردن تا اسلام آمد. اسلام که آمده تحمل دیگر چیزی نکرد، همه رو بیرون کرد و یک دست مسلمان شده. وگرنه در مقطعی که اسلام آمده ما رد پی اندیشه های هندی، اندیشه های ایرانی، اندیشه های یونانی، یهودی و مسیحی داریم، کما اینکه مدینه 55% یهودی بودن. چون میخواستم اضافه بکنم به صحبت شما اینکه اکثر دوستان اشتباه میکنن عرب رو یک کشور عربی میدونن. نخیر، اکثریت عرب ایرانی هستن. اینکه اکثریت جمعیت عرب شیعه هستن به خاطر این سابقه تاریخی که با ایران دارن. بله، اصلا واژه عرب واژه ایرانی، بغداد واژه همین جوره، کوفه یک شهر گریسوسیدی، شهر نظامی ساسانی، بصره و کوفه، بله گریسوسیدی، بصره شهر ایرانی. جمعیت عربی که در عراق حد اکثر 25% عرب رو تشکیل میده، باقی جمعیت هم از نظر نژادی هم از نظر تاریخی ایرانی هستند. کردستان که به طور کلی کردن و دویدی یکی از اقوام ششگانه ما. بله بله، کردها که داستانشون جداست. عراق به طور کلی از نظر تاریخی و ژنتیکی یک کشور ایرانی است. بله، عراق که امروز صحبت میکنیم اینا بازماندگان بابلی ها هستند و زبان عربی با آیین اسلام انتشار یافته، یعنی زبانی بوده است که در منطقه جزیره العرب، حالا که تاریخش رو بخونید عرض میکنن از نژاد عدنان و قحطان، خودشون به قول خودشون که دو شعبه بودن، اینها از یمن گسترش پیدا کرده و در اونجا فردوسی میگه دشت سواران نیزه گذار، خیلی هم از اینا تعریف کرده. و بعد با چون زبان دین شد، تبدیل شد به یک زبان بین المللی منطقه و ایران تنها کشوری است که در واقع این زبان ملی و فرهنگ ملیش رو حفظ کرد، با توجه به اینکه در واقع بهترین آثار به زبان عربی رو ایرانی‌ها به وجود آوردن. خود اینها میگویند که نویسنده مثل ابن مقفع هرگز نبوده به زبان عربی، یا تفسیرهایی که از قرآن شده مهمترین اینها ایرانی‌ها کردن، مثل رازی و زمخشری و این اواخر آقای طباطبایی یه چیزی نوشته است به نام المیزان، 27-8 جلد تفسیر قرآن. این است که ایرانی ها بودن در واقع، یعنی سهم ایران بیشترین در ارتباط با این فرهنگ و گسترش این زبان و فرهنگ. متاسفانه امروز چون مملکت ما بی صاحب هست، اینا رو هم دارن از ما در واقع میگیره، یعنی اون چه مربوط به ابن سینا هست و عرض میکنم حتی رازی و خیام و اینا رو هم ایرانی اینا دارن تبلیغات زیاد و پول زیاد خرج میکنن که اینا رو هم در واقع از خودشون حساب کنن، در حالی که چنین نبوده، بسیار بسیار خدماتشون اندک بوده و ایرانیان عمده کارها رو در زمینهای علمی و ادبی انجام دادن در تمام این دوره‌ها. هیچ شکی در این نیست.